سلام دوستان، دقیق بفرمایید که شروع کنم. باز هم مثال های دیگه ای از زمان پس کمپوزه یا ماضی نقلی رو میخوایم در زبان فرانسه آموزش بدیم که مثال های بسیار مهم و متفاوت تری هستن نسبت به مثال های قبلی. خب دوستان، باز هم در اینجا فعل هایی رو میخوایم در واقع استفاده از فعل های پس کمپوزه رو بسازیم که از برای ساختن ماضی نقلی اونها از اواق استفاده میشه. یعنی فعل اواق صرف میشه برای اینها. باز هم دوستان فعل اواق رو یک بار دیگه صرف میکنیم: ژ، تو، ایلا یا الا، نو زاپون، وو زابه، ایلزان یا الزان. شما هم دوستان تلاش میکنم که حتما به دنبال بنده تکرار بفرمایید. خیلی مهمه که دوستان بیش از این که بخونیم تکرار کنیم و به زبون بیاریم اصولی رو که یاد میگیریم. ژ، تو، ایلا یا الا، نو زاپون، وو زابه، ایلزان، الزان. خب به مثال اول دقت بفرمایید دوستان. تو از دو دوستان در واقع پی پی فعل دووار هست به معنی باید. پی پی فعل دووار به معنی باید دو هست. تو از دو یعنی تو میبایست. خب بعد از دووار هم که دوستان میدونید همیشه فعل دوم کلا به شکل مصدر یا همون انفینیتیو یا همون حالا خیلی ساده بخوام بگیم به شکل دست نخورده قرار میگیره. هر شکلی از فعل دووار رو که داشته باشید دوستان به معنی باید، فعل بعد از اون به شکل ساده و دست نخورده قرار میگیره که در اینجا فعل پوند رو داریم. پوند دوستان میدونید به معنی در واقع گرفتن است. تو دو یعنی تو میبایست پوند میگرفتی. چه چیزی؟ ان تاکسی. تو باید یک تاکسی میگرفتی. تو دو پوند ان تاکسی. تو باید یک تاکسی میگرفتی. به مثال از همه شما دوستای گلم دعوت میکنم که به کانال تلگرام من وارد بشید.